سلام عزیزان، امیدوارم حال همگی خوب باشه. امروز اومدیم با یه غذای قدیمی، تقریبا قدیمی، تاس کباب که تشکیل شده از گوشت قرمه سبزی، یعنی یکم درشتر، پیاز خرد شده، آلوی خورشتی، نمک، فلفل، دارچین، زردچوبه، به، سیب زمینی و رو. این غذا غذاییه که کاملا آبپزه، یعنی به هیچ عنوان سرخ نمیشه. الان با هم دیگه مواد رو مخلوط میکنیم و روی گاز میزنیم. خب دوستان، گوشت یکم درشتمون رو به قابلمه اضافه میکنیم همراه پیاز و نمک، فلفل، زردچوبه و رب گوجه فرنگی. اینو آب میریزیم، کاملا آبپز میذاریم کاملا بپزه. بعد یک ساعت مونده به سروش بهش به خرد شده، سیب زمینی و آلو خورشتی رو اضافه میکنیم. البته هویجم خرد میکنیم، اضافه میکنیم. اگر هویج دل بخواه، اگه دوست داشته باشید اضافه کنیم. الان میریم با هم میذاریم این مواد کاملا بپزه. یه ساعت مونده به خاموش کردن غذا، بقیه مواد رو بهش اضافه میکنیم. خب دوستان ببینید، این موادمون داره جوش میاد. من توی مواد اولیه هویج نگفتم، ولی هویج باعث خوش رنگ شدن مواد میشه. بعضی دوست ندارن، دل بخواهیه، میتونید اضافه نکنید. این مواد رو میذاریم کاملا بپزه و در آخر کار بقیه مواد رو اضافه. خب عزیزان ببینید، گوشتمون کاملا پخته. الان میام بهش بهشون اضافه میکنیم. آلو و سیب زمینی رو گرد گرد پرش بزنید، خیلی خوشمزه تره. بهش اضافه میکنیم و درش رو میذاریم تا کاملا جا بیفته. این یک به جای به فستش باشه، میتونید کدو حلوایی هم اضافه کنید. خب عزیزان ببینید، تاس کباب ما کاملا جا افتاده. برای عطر خوب غذا، من همیشه آخر کار یه قاشق بهش پیاز داغ اضافه میکنم و زعفران. یه 10 دقیقه رو با این پیاز داغ و زعفران بجوشه، غذامون کاملا جا افتاده. فقط دوستانی که دوست ندارن این غذا کاملا آبپز باشه، اول کار من همه رو خام ریختم، میتونن پیاز رو یه مقدار تف بدن، پشت سرش گوشت رو یه تف جزئی بدن، با رب بعد آب ببندن، اینجوری هم میشه، ولی اصلش بدون تف ده. درست کنید و از طعمش لذت ببرید. یه طعم ملس خوشمزه‌ای داره، بخورید و لذت ببرید. نوش جونتون.